ما در مورد نحوه تکامل جفت صحبت کردیم، عملکرد جفت نحوه صحبت کردیم. اینجا به صورت خیلی خلاصه در مورد مشکلات بالینی که توی نحوه تکامل‌های غیرطبیعی جفت در صحبت کردیم. به صورت روتین جفت باید تو دیواره گدامی یا خلفی وادی رحم ایمپلنتیشن رو انجام بده. منطقه یکی از مشکلاتی که خیلی شایع است بهش میگن پلاسنتا پرویا. پلاسنتا پرویا. پلاسنتا پرویا. یا جفت چی؟ سرراهی. جفت سرراهی. این چیه؟ به جای اینکه خدمت شما عرض کنم که به جای اینکه توی دیواره گدامی یا خلفی انجام بشه، جفت توی گردن رحم ایجاد میشه. این اگر جنین مواجه، جنین خوشحال مواجه، جفت میاد کجا تشکیل میشه؟ توی گردن رحم هست. توی گردن رحم جفت تشکیل میشه. عوامل مختلفی تاثیر داره اینا. میگن سزارین یکی از عواملی که باعث پلاسنتا پرویا میشه، بارداری‌های متعدد هست و همچنین سزارین هست. میگن توی سزارین به خاطر برشی که توی اندوتلیال میدن توی بارداری بعدی دیگه اونجا نمیتواند بره ایمپلنتیشن انجام بشود. حالا لینک پروتئین‌ها اونایی که هستن که واسه ایمپلنتیشن میشه اینتگرین اینا دچار نقص میشه. در نتیجه مجبوره بیاد جفت توی مناطق دیگه دچار چی بشه؟ اون ایمپلنتیشن رو انجام بده. زایمان‌های متعدد معمولا پلاسنتا پرویا خب برای هر دفعه 3 تا 4 تا جای رحم رفته چی لانگوزین انجام میده. دفعه بعد به احتمال زیاد صده اون منطقه مناسبی برای ایمپلنتیشن وجود نداره و این پلاسنتا پرویا انجام میشه. معمولا اینا مادرانی هستن که معمولا توی دوره بارداری خونریزی زیاد دارن، جفت که اینجاست اونها چه بیوتین رسیده در مرز معمولا بخاطر معمولا اینا رو اولین چیزی که میگن چی میگن بهشون؟ اولین چیزی که این مادر میگن استراحت مطلق. چرا؟ این حرکت باعث توی گردن سرویکس رحم جابجا بشه و باعث خونریزی بچه و آسیب به اینا بشه بهش میگن پلاسنتا پرویا. اما یک مشکل دیگری داریم نام ولامنتوس پلاسنت. ولامنتوس ولامنتوس میشه چی فارسیش؟ اما من نمیدونم چرا نگاه کنید اگر چی سو هم گیم ولامنتوس پریویز ما این متفاوت هست تفاوتش چیه؟ الان بهتون میگم. ما معمولا به صورت روتین خدمت شما عرض کنم که ما به صورت روتین این اگر جفت باقا بشه ما به صورت روتین بند ناف به دقیقا مرکز چیز رفت میشه. بند ناف به مرکز جفت وصل میشه. توی بعضی از مواقع این میاد از کنار وصل میشه به جفت. درشه چی شد؟ بهش میاد پلاسنتا ولامنتوس. خیلی مشکل ساز نیست. منتها بعضی از مواقع بهش میگن وازا پرویا. چه اتفاق میفته؟ این بند ناف میاد چیکار میکنه؟ بند ناف دراز میشه و میاد از روی گردن رحم مسیر طی میکنه و از اطراف واسه میشه به چی؟ آمریکا. مشکلش چیه؟ توی زایمان وقتی اول که میخوام بکشم اینو نمیدونن. اگر ندونن اول میگیرن چیکار میکنن؟ بند ناف رو میگیرن پاره میکنن. وقتی بند ناف رو میگیرن پاره میکنن یهو خون مریض خون جنین چی میشه؟ تخلیه میشه. خون جنین تخلیه میشه واسه مرگ جنین میشه. یهو تمام خون جنین چی میشه؟ تخلیه میشه واسه بارداری واسه مرگ جنین در حین زایمان میشه. اما مشکل دیگر چه وجود داره؟ این چه موقعی هست؟ حالا چه موقعی واسه گردن میشه؟ این واسه مرگ میشه که از روی گردن رد میشه. متوجه شما نمیدونن که میکشن قبل از زایمان میتونن تشخیصش بدن؟ الان تشخیص بدن این مشکل رو بردن دیگه سونوگرافی از همه مرگ رو تشخیص بدن. مثلا قدیم بوده دیگه قدیم مثلا زایمان رو به چیز یه قابله بوده میرفته از دهانت بالا قابله رو برمداشتن یه اونم دست رو میرفته میکشیده دیگه حالا هر چیزی بوده پرویو. نه تو اصلا توی جامعه نها کن نسل قدیم مثلا این تورتیکولی زیاد به آدم هایی هستن که گردن اینطوری داشتن دیدی؟ اینا تو زمان زایمان زیاد میگیرن میکشن خب به سزاره اینو نبوده که این ACMش رو آره میکرده ولی الان دیگه شما مشکل اینو تورتیکولی صبح تو جامعه
نمیدونم نسل بعدی مثلا توی گوستاوونه خیلی افراد دیدن که به این صورت بودن زندگی کردن زیاد بودن ولی الان دیگه مشکلاتو نمیدونم اینکه دارم میگم الان مطمئنه الان این از هفته 4 5 تشخیص میدم و اینو منیجش میکنن مدیریتش میکنن و نگم از این همه اپراسیون پرایمری همشون نمیتونن خونریزی زیاد بشه باید چیکار کنن رفار و بارداری دیگه چیزای متعدد اینا خودش نزدیک 8 و 7 رو داره اپراسیون پرایمری 8 و 7 رو داره اما توالت طبیعی مشکل بعدی خود در مورد مشکلی صحبت کنم برای بنام پلاسنتا اکرتا پلاسنتا اکرتا پلاسنتا اکرتا پلاسنتا اکرتا چیه؟ بچه با حال توالت طبیعی من صد با این رو بزنم توالت طبیعی خب توالت طبیعی این ایمپلانتیشن ایمپلانتیشن جنین تو کدوم لایه انجام میشه؟ جفت تو کدوم لایه قرار داره؟ توی بعضی از موارد خب توی بعضی از موارد معمولاً این بیزالیس میده تا لایه چی میده؟ تا لایه بیزالیس هم رد کنه میده تو لایه عضلات و این بخاطر انقباض عضلاتی که از خطرناک آسیب رسان به جنین آسیب رسان به جنین اگر تا لایه عضلانی که شده بشه میگم پلاسنتا آکر کار تا لایه عضلان ببین این لایه چیه؟ لایه خارجی لایه چیه؟ پریمیتریوم این لایه وسطی چیه؟ عضلانی است چون اینجا بتونه کش بده توی بعضی از موارد که خیلی حادتر از تو بعضی موارد تا لایه پریمیتریوم هم میره و داخل دوم رو میگه پلاسنتا پرکتا پلاسنتا پرکتا پرکتا هم چیزی ها به طرف ها شد رو نگر و توی پریمیتریوم هست توی بعضی از موارد ما جفتای جفت دو تیکه یا سه تیکه هست باید خیلی عواصمون باشه چرا شده بازگرمایی همه تیکایی چی تحت یه تیکه بمونه این برنام کنیدون چون در دوشان مشکل میشود جفتای دو تیکه سه تیکه هم داریم وقتی تشخیص من گفتم باید بعد جرمی به تیکا رو تجربه باید تشخیص میدن این تمام عمل کرده که در مورد جفت هست اما چیزی که شما گفتی خیلی از پستانداران بعد از اینکه زایمان انجام میدن جفتشون رو چکار میکنن؟ میخورن جفتشون رو میخورن بهش میگن جفت خواهی به این پدیده میگن جفت خواهی حتی پستانداری که گوشتخوارن نیستن یا خوارن همین پدیده اتفاق میفته همین پدیده اتفاق میفته البته ما تو بعضی از طب‌های سنتی مثل طب سنتی چینی و مصری داریم که چیکار می‌کنن میگن خیلی خوبه بعد از اینکه زایمان انجام بشه جفتش رو چیکار کنن بخورن حتی مثلا بعضی از چیزا من داشتم پریشم بود گفتن که میگن که مثلا بعضی میگن پاپا باید بعد از پیازدام میگن که جفتش رو میگیرن بعد مصرف میکنن میگن بخاطر اینکه سرشار از پروستاگلاندینا هست خیلی مفید است. حتی این شرکت ها الان تو اروپا هستن میان یا توی چین هم هستن میان چیکار میکنن؟ میگن این خوردنش بالاخره بعد دیگه سخت خوردنش میان اینا برمیدن به پوست تبدیل میکنن و این سری کپسول های درست میکنن جفت و پاده میدن کپسول ها رو میخورید ولی تحقیقات من آخر مقاله که بودم تحقیقات نشون داده اصلا کار درستی نیست و باعث عفونت ها و آلودگی باکتری فوق العاده سنگین توی ماده میشه. الان فقط از بندناف استفاده میکنیم با اینکه بندناف که اساس میشه ما میگن ویروس میگن استفاده از سلول بنیادی که اینجا وجود داره در آینده میگن الان شاید یه جایی توی مشکل پیدا کنه یه بانک سلول بنیادی باشه میگیرن ماینه اس میگیرن و بندناف رو فریز میکنن این استفاده کرد و این ثابت شده اصلا میگم میگم خیلی از شما درمانشون اینه ولی شاید 40 سال بعد بشه از سلولهای جنینی تو درمان میگن از پارکینسون انجام بده فقط یک بانکی باشه که برای جیاف مرفعینه بیدرد پس نباشید هر کنه سوالی داشتید داخل یوتیوب میتونید بپرسید یه چیز من بگم در آخر بگم ویدیوهای من اگر میبینید به خاطر اینکه ما تشویق بشیم اگر خوشتون اومد معرفی کنید و حتما لایک کنید سوال اگر چیزی کامنتی هم هستید در پس نمید خوشتون هم نیمد که خوشتون نه خیلی ممنون هستم.